این نیروهای ویژه شام روز گذشته از بحر پزگیری بخشایی که در هفته های اخیر به دست طالبان در هلمند سقوط کردند به لشکرگاه رسیدند. مقام های امنیتی هلمند میگویند که این نیروها از شاهراه وارد لشکرگاه شدند که طالبان ادای تصرف آن را دارند. تمام آرزو و آرمان را که در سر می پروراندن به گور برده روانستن و حتی مرده های خود بر جمع کردنش و محرم نگاه داشتنش از طرف شب استفاده می کنند که تا ایرا پت کنند که هیچ جان تلفات قوی ندیدند. مقام های محلی هلمند می گویند که عملیات در اطراف لشکرگاه ادامه دارند و با رسیدن نیروهای بیشتر بخش های بیشتر تصفیه و زمین زندگی آرام به مردم فراهم خواهد شد. عملیات هم بیرته دوباره شروع کرده دی ایده په خاطر چې موږ څونه زر وکولای شو خپل خلکو ته وسایه په برخه کو او دغه کلی کور چې دوی د لاسه ماجر شوی دی او دوی اجرت ته مجبور شوی او دوی کورونو نه دوی د سنگرو په صفت استفاده کړی دی دوی د پاره ساحه سبتا تصفیه کو. نیروهایی که تازه به هلمند رسیدن میگویند که تمرکزشان به پاکسازی حوزه چهارم لشکرگاه و ولسوالی های نادلی و ناوه است. ما آمدیم تا بتانیم اینا را سرنگون کنیم از وطن برند همون کسی که مایشان بکنند برند همون طرف هم میتانیم هم که بیرونشان کنیم. کم خلق چه مجر شوی دی در خپل امیرون پا امر منی اقا سخیر تم چه مونگ تا امر وشو منطقه ور تا مونگ پاکو دو بیرتا کولشی چه خپل زیادتالر شی زکر شی مخ که جمع را روانده. دو هفته پیش طالبان با حمله گروهی بر حوزه چهارم لشکرگاه و پاسگاه های نیروهای امنیتی در ولسوالی های ناوه و نادلی این بخش ها را تصرف کردند. این جنگ نزدیک به 40,000 هلمندی را نیز آواره ساخته است.